ایران در آینه جهان. سناتور دن سالیوان، عضو مجلس سنای آمریکا: پیشنهاد من برای دولت بایدن این است که فقط یک هشدار به ایرانی ها بدهد. دفعه بعدی که موشکی برای کشتن ملوان های آمریکایی بیاید و شما اطلاعاتی به حوثی ها بدهید، ما نیروی دریایی شما را غرق خواهیم کرد. ما می توانیم نیروی دریایی ایران را در مدت 2 ساعت غرق کنیم و نظر من این است که ما باید این کار را انجام دهیم. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا: حوثی‌ها مانند یک سازمان تروریستی رفتار می‌کنند، زیرا آنها دقیقاً همین هستند. خیلی به تأخیر افتاده است که دولت بایدن این واقعیت را بپذیرد و تعیین حوثی‌های مورد حمایت ایران را مجدد به عنوان سازمان تروریستی خارجی، همانطور که لایحه قانونی 6046 که کمیته ما آن را تصویب کرد الزام‌آور می‌کند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: حمایت از آزادی اینترنت در ایران همچنان قانون اصلی تلاش‌های ما برای حمایت از حقوق بشر در این کشور است. گابریل نورونها، مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا: ماموران مخفی یک عکس از رئیس یاکوزا گرفتند که سعی داشت اورانیوم و پلوتونیوم را به ایرانی‌ها بفروشد. رهبر سازمان یاکوزای ژاپن به دلیل تلاش برای فروش اورانیوم و پلوتونیوم با درجه سلاح به ایران متهم شد. ولید فارس، تحلیلگر نیوزمکس: اعدام زندانیان سیاسی در ایران و خاورمیانه جنایت جنگی است. در همبستگی با کمپین تناب را قطع کن، رژیم خودت تناب را قطع کن، وگرنه با دادگاه ویژه بین‌المللی جنایات رژیم ایران علیه بشریت ملاقات کن. هر اعدامی تک تک آنها پیگرد قانونی خواهد داشت. ایران آزاد خواهد شد و خاورمیانه آزاد خواهد شد.